آروم باش، آروم باش مامان، گریه نکن، الان بهت شیشی میدم. ای بابا تخم فک چقدر گریه میکنه. برو شیر خوش براش بگیر که اینقدر گریه نکنه. شیر خوش که گرفتم، ولی خب مگه اصلا بچه منه، به من چه هستن؟ معلومه که بچه توه، پس فکر کردی مانه کیه؟ من نمیدونم چرا از اون موقعی که تو این بچه رو زاییدی پدر بزرگ مکس دیگه اصلا پیداش نیست. چه گویی خوردی؟ نه هیچی، معلومه که بچه منه. بیا بابایی، بیا گریه نکن پسرم، الان آرومش میکنم. بچه منه، فداش بشم منه، قربونش بشم منه، بچه خودمه. آفرین، آرومش کردی. خب دیگه من میرم بیرون. کجا میری هی بیرون بیرون؟ مثل این که من یه قهرمانم. ها الو آقای اسب نژاد، از خونه اومد بیرون، حواستون بهش باشه. سلام علیک بچه ها، از اونجایی که پارت قبلی بنتن 73K و پارت قبلترش 143K بازدید خورده، ما تصمیم گرفتیم که قسمت سومش هم براتون بسازیم. خب ما توی قسمت‌های قبلی دیدیم که بنتن میره توی کف دخترموش و باهاش داستان میکنه و حاصل داستانشون هم میشه یه بچه، ولی این بچه به شدت شبیه پدر بزرگ مکسه. ما اولش خیلی بد فکر کردیم، البته هنوزم مشکوکیم، ولی خب ترجیح میدیم اینجوری فکر کنیم. خون بچه کشیده به پدر پدر بزرگش، یعنی مکس تنیسون. خب دیگه حالا بریم ادامه داستانو ببینیم. ای مسعود، مسعودو، عکس بگیر، عکس بگیر. باشه باشه. آی دایوس، از اون ور با گوهنه، بعد از این ور اومده، معلوم نیست با کی، هی گل میده قلبه میگیره. خیلی خوب، اندازه کافی مدرک جمع کردیم، بیاید بریم گزارش بدیم. یعنی دیگه شکی وجود نداره، من مطمئنم شلوار بنتن دوتا شده. آره بیاین عکس ها رو ببین. ای بنه دایوس، خب دختره کی بود؟ والا شالش یه جوری بود که معلوم نبود کیه. خجالت نمی کشه بچهش بقلم، بعد میره دنبالی کسافت کاری. بچه بنتن ها؟ مطمئنی؟ بله بچه بنه. آره بالاخره خون میکشه دیگه، کاملا طبیعیه اینقدر شبیه مکسه. میگم میخوای برم تقیه بنتن بندازم ادب بشه دیگه از این کار رو نکنه؟ نه اگه کار به اونجا بکشه خودم دیلو کمری میبندم. اوی دخترم آروم باش، به بچت فکر کن. اگه خواستی من دیلو کمری دار. ای بابا فری برس خفه شو دیگه. راست میگه، من دیدم دیلو کمریش خیلی بزرگ. مسعود تو دیگه چرا؟ نگید آقا جون، نگید، از این کلمه ها استفاده نکنید، برامون دردسر میشه بابا. اگرم میخواید بگید یه چیزی معادلش پیدا کنید. خب مثلا ما اینو چی بگیم؟ بگیم اون چیزی که یک اثر مصنوعی آلت تناسلی مردانه است و یک کمربندی داره که کمک میکنه در دور کمر بسته بشه و این وسیله برای زنایی که احتیاج به آلت تناسلی مردانه دارن؟ نه نه اینجوری بدتره. راستی فریباز، میگم تو خودت که 30 سال داری، دیلدو واسه چیه؟ بالاخره تو حرفه ما نیاز میشه. تو کجا میدونی فریباز 30 سال داره؟ چیزه راستش میدونی؟ من بعضی موقعا تو خواب جامو خیس میکنم، آقای کارگردان میاد چوچولمو میشوره. آخه تو واسه چی میخندی ها؟ تو که خودت میدونی چرا 30 سانته، همه داستان توی کونی رو میدونن که. ای بابا هم میرینه بادن. اهم اهم آقایون چی دارید میگی؟ چرا از بحث خارج میشین؟ اخ ببخش دخترم، الان باید چیکار کنیم؟ منو ببرید دختره رو ببینم. راستی یکم فکرمو مشغول کرد، واقعا واسه فریبور 30 سانته؟ آره حیف به درد تو نمیخوره.
نگران نباش دختر، یه راهی براش پیدا میکنم. Nobody move. هرچی که بگین ممکنه در دادگاه در علیهتون استفاده بشه. شالتو بردار، شالتو بردار، میخوام ببینم با کی بهم خیانت شده. نه بابا، خیانت چیه؟ تو خفه. دخترم جان نازکن، تو خیلی مایی. خفه شو، گفتم شالتو بردار ببینم. چطوری دختر؟ تو که منی؟ آقای کارگردان، یوسف دوام میکرد این پیر میکنه. راست میگی، بهش توجه نکرده بودم. میگم منو میتونی جوون کنی؟ وای چه خواب عجیبی بود. بالاخره بیدار شدی؟ وای مثل این که خواب نبود. من از دنیای موازی اومدم، باورم نمیشه با خودم بهم خیانت شده. من نمیدونم چه اتفاقی افتاده، من تو دنیای خودم بودم که یهو یه پورتال باز شد و منو کشید تو خودش. بنم فقط داشت بهم کمک میکرد که برگردم تو دنیای خودم. یعنی داشت بهم خیانت نمیکرد؟ نه بابا، اصلا خیلی حال بهم زنه. بابن؟ ای ما اگه دنیای خودت بابن نیستی؟ نه، با یه پسری هم به اسم کوین. کوین؟ ای بنتن ناجور، این یکی دلتو زد رفتی یکی بهترش از دنیای موازی آوردی. بنتن داشت میگم میشه اون یکی ورژن خودتم واسه من بیاری؟ پسر تو خجالت نمیکشی تفنگ پورتال ما رو میدزدی؟ پسش بده ببینم پسر بیناموز. نه بابا، من برش نداشتم اصلا، من اونه که گوون رو نیاوردم، من فقط داشتم کمکش میکردم برگرده. برو پسر کم دروغ بگو. به جون بچه‌ام راست میگه. آی 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 چون کش، اون بچه حساب نیستش. آره احتمالا تو پسر نداری بچه. من میدونم، اون یکی دختر عموه کستره، دلت خواسته آوردیش استفاده کنی. من میگم بریم فیلم دوربینا رو ببینیم کی تفنگ پورتالو برداشته. خفه شو بابا با اون فکرای احمقانت. من میگم بریم فیلم دوربینا رو ببینیم کی تفنگ پورتالو برداشته. آفرین فریبرز. خب باید همین جاها باشه. خودشه، یکی داره میاد تو. کار مکس بوده. ای پدر بزرگ دیوس، الان این تئوری بچه رو محکمتر میکنه. خیلی ناجوره، حتی نمیخوام بهش فکر کنم. پسرم بنتن، برو به این گوهن جدیده بگو مواظب خودش باشه، احتمالا خطر در کمینه. اوجا خیلی خیته. یعنی مکس چرا این کارو کرده؟ چرا نداره که معلومه، میخواد این یکی هم بگو. نه نگو، خیلی ناجوره، اتهام سنگینیه، شاید داستان یه جور دیگه باشه. آره معلوم میشه، ما هیچ وقت پشت آب نمیمونه. خب، این قسمت تو همین جا تموم شد. این دفعه احتمال اینکه پدر بزرگ مکس مریض جنسی باشه بیشتر شد، ولی داستان اینجا تموم نمیشه، قطعا ادامه داره، ولی در صورتی که این قسمت از قسمت قبلی بیشتر ویو بگیره، یعنی 80 که اینا باید ویو بگیره تا ما قسمت چهارم بنتنو بسازیم. حالا من بهتون میگم که چیکار کنید که به این هدف یا حتی بیشترش هم برسید. خب الان یه گوشی رو افقی گرفتی، یه بک بزن که عمودی بشه. آفرین زدی، الان داری منو عمودی میبینی. گوش کن ببین چی میگم. لایکو بزن. هی بزن، دارم به گو نمیخورم که لایکو بزن. آفرین. حالا برام یه کامنت بذار، بنویس نوشابه ضرر داره، منم برات زیرش مینویسم. ولی خب بعد ما رو به دوستانتون معرفی کنید، ما رو بشناسن. تا قسمت بعدی، فعلا خدا حافظ.